سلام، خوش اومدید به نوبت شما. بحث بر سر سلامت و استقلال قاضی و دستگاه قضا در ایران موضوع تازه‌ای نیست. بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضایی قوه مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالته. اما بر اساس همین قانون، اصل 57 قوه قضایی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره میشه. رئیس دیوان عدالت اداری ایران اخیراً گفته اولویت‌های تعیین شده از سوی رهبر ایران باید در نظر قضات اهمیت ویژه داشته باشه. برخی منتقدان معتقدند همین اصل موجب میشه قوه قضاییه و قاضی‌ها استقلال عمل خودشون رو از دست بدن و در موارد خاص مجبور به پیروی از توصیه رهبر بشن. اما برخی دیگه میگن کسی که در رأس قدرت مصلحت جامعه رو بهتر میدونه و قوه قضاییه باید از نظراتش تبعیت بکنه. من مریم زهدی هستم و امروز نظر شما رو درباره سلامت و استقلال قضات و دستگاه قضایی در ایران سوال می‌کنم. به نظر شما در نظر گرفتن اولویت‌های مورد نظر رهبر ایران در امر قضاوت چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه؟ عملکرد آقای لاریجانی که اخیراً بعد از انتصاب دوباره بر همکاری نزدیک با رهبر ایران تاکید کرده رو در 5 سال گذشته به ویژه در زمینه رسیدگی به پرونده‌های بزرگی مثل پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی، فساد مالی در بیمه ایران، رسیدگی به کشته شدن 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک و یا پرونده بابک زنجانی چجوری ارزیابی می‌کنید؟ اگر تجربه یا مشاهده ای از حضور در دادگاه در ایران دارید، میتونید توی این برنامه اون رو با بقیه در میون بگذارید. مثل همیشه برای شرکت کردن توی این برنامه راه‌های مختلفی دارید. میتونید نظرتون رو با ایمیل با ما در میون بگذارید، با وبکم به برنامه ما بیاید یا تلفن و اس ام اس. شماره تلفن‌های ما رو همین الان دارین رو صفحه‌های تلویزیونتون می‌بینید. منم براتون می‌خونم. شماره تلفن‌های تماس ما 2044-27-76-577 و 2044-27-76-578. شماره تلفن‌های اس ام اس گیر ما 2044-77-86-211-27 و 2044-77-86-258. برای ایمیل زدن به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل بزنید. در فیسبوک و توییتر هم میتونید همین بحث رو با ما دنبال بکنید. @bbc شما شناسه ماست در توییتر. اما امروز همکارم نیما اکبرپور ما رو همراهی میکنه تا همین موضوع رو در اینترنت برامون دنبال کنه. جزئیات بیشتر از خودش. ممنون مریم. سلام، من هم نظرات شما رو در برنامه بازگو میکنم. دیدگاهتون رو از راه توییتر، فیسبوک یا ایمیل و پیامک به دستم برسونید تا در برنامه مشارکت کنید و نظرات رو با بقیه میتونیم مطرح کنیم. تا موقع ما با مریم برنامه رو شروع میکنیم و تلفنش مریم. مرسی نیما. بی‌معطلی میریم سراغ خطای تلفن. شیرین از ترکیه روی خط 1 با ما، احسان از آلمان روی خط 2 با ما و با وبکم احسان مهرابی رو داریم، روزنامه‌نگار از برلین. سلام آقای مهرابی، خوش اومدید به برنامه ما. آقای مهرابی فکر می‌کنم صدای شما رو درست نمی‌شنویم. من می‌خواستم ازتون سوال اول مطرح می‌کنم ببینم صداتون رو می‌شنوم یا نه. می‌خوام ازتون بپرسم شما از روزنامه‌نگارانی هستین که بعد از اتفاقات سال 88 دستگیر شدین و پرونده دارین، به دادگاه رفتین. تجربه شخصیتون از مواجهه با جلسه دادگاهتون و قاضی پرونده‌تون چی بوده؟ تجربه در طول مدت بازداشت دادگاه زندان خودم داشتم حکایت از نفوذ مطلق بازجوها پرونده و قضایی بود. حداقل دو بار حکم آزادی من صادر شده بود، اما بازجو اعلام کرد که من جلوی حکم این آزادی رو میگیرم و در ملاقاتی که من خودم با مسئول قضایی داشتم و همینطور برخی از افراد کار من رو پیگیری کرده بودن، در نهایت اونها گفته بودن که باید با بازجو همکاری بکنه تا آزاد بشه. قبل از آزادی من هم بازجو درباره پرونده من گفت که پرونده تو به دادگاه میره و محکوم به زندان خواهی شد و عملا همونطور پرونده پیش رفت که اون بازجوی من پیش بینی کرده بود. قبل از برگزاری دادگاه من یکی از وکلا گفت با توجه به اینکه پرونده من به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست آقای مقیسه رفته بود، گفت که دادگاه خودش رو به تعویق بنداز، چون من از آقای مقیسه درباره حکم سنگین برای چند تن از موکلینم سوال کردم. آقای مقیسه گفته که ما یک مدتی حکم سبک دادیم، اما ما را خواستن و به ما گفتن که چرا این حکمای سبک دادیم و ما فعلا مجبور هستیم تا یک مدتی حکمای سنگین تری رو بدیم. در نهایت قبل از برگزاری دادگاه با مشورتی که با برخی از دوستان روزنامه‌نگار هم داشتم، اونها میگفتن که در جلسه دادگاه شوکه شدن و انتظار برخورد اینچنینی تند و همراه با فحاشی از موقع آقای مقیسه رو نداشتن. در نهایت جلسه دادگاه من هم به همین شکل رفت. فکر می‌کنم حدود
20 دقیقه از کل دادگاه من بود که در این مدت هم تنها در واقع صحبت‌ها و یا به نوعی فحاشی‌های آقای مقیسه بود و اجازه دفاع به من داده نمی‌شد. حتی وکیل من هم تنها تونست که یک بار اعتراض بکنه به اینکه اتهام من فعالیت تبلیغی علیه نظام بود، اما آقای مقیسه مرتب درباره جاسوسی از من سوال می‌کرد و وکیل من تنها یک جمله با آقای مقیسه گفت که آقا اتهام موکل من جاسوسی نیست و فعالیت تبلیغی علیه نظام، که در این حال آقای مقیسه بسیار عصبانی شد و گفت که تفسیر بازپرس پرونده بوده که برای موکل تو فعالیت تبلیغ علیه نظام زده و باید جاسوسی میذار تا من بتونم حکم سنگینی علیه صادر بکنم، و باز هم به وکیل من اجازه صحبت داده نشد. در نهایت در دادگاه تجدید نظر هم مسئول دفتر آقای زرگر قاضی دادگاه تجدید نظر ابتدا از من راجع به وکیل سوال کرد و به من اعتراض کرد که چرا این وکیل را برای خودت انتخاب کردی و این طور وکلا وقتی میان رو پرونده تنها کار را بدتر میکنن، و قبل از اون همین تجربه را داشتم که تعدادی از قضات به برخی از همکاران و دیگر زندانیان گفته بودن که باید وکیلشون را عوض بکنن، در غیر این صورت حکمشون سنگین‌تر خواهد بود، و همونطور که به هر حال بازجو من پیش بینی کرده بود در نهایت دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه اولیه رو تایید کرد و من به یک سال زندان محکوم شدم. آقای مهرابی معذرت میخوام وسط حرفتون، شما اشاره کردید که بازجوتون گفته بود که محکومیتتون این خواهد بود و در نهایت همون شد که اون که بازجوتون گفته بود. با توجه به همه اینها مفهومش این هستش که شما به نظرتون قانون قاضی قانونی و مستقل در مورد پرونده شما عمل نکرده، درسته؟ این تجربه رو نه تنها تجربه من، تجربه خیلی از دوستان دیگری که من در طول ایام نوح میخوایم تجربه های دیگر از شما بشنویم، اجازه بدید برمیگردیم بهتون، خیلی هم خوب تجربه بیننده هامون رو هم داشته باشیم، بعد میایم سراغ شما دوباره. با شیرین از ترکیه صحبت بکنیم. شیرین، تو تجربه شخصی داری در این زمینه بخوای برای ما تعریف بکنی؟ شیرین صدای منو میشنوی؟ متاسفانه صدای شیرین رو از دست دادیم. سعی میکنیم که برش گردونیم با احسان صحبت بکنیم تا شیرین درست بشه. احسان، تو مشخصا تجربه ویژه‌ای در دادگاه ها داری، از قاضی پرونده چیزی داری برای ما تعریف کنی اگه پرونده‌ای داشتی؟ خب منم سلام میکنم به شما. والا تو ایران امروزی ایشی نیست پرونده نداشته باشه. منم سال 87 ما دستگیر شدیم توی ویلا به جرم داشتن رابطه نامشروع، چند تا جوان بودیم و اول قاضی خیلی تند برخورد کرد توی دادگاه و 3 ماه و 1 روز زندان و همراه شلاق و جریمه نقدی برامون برید، ولی بعدش که خب یه رشوه ای دادیم به رئیس دفترش و تونستیم صحبت کنیم، یه جور ارتباط گرفتیم، نهایتا با 10,000 تومان جریمه نقدی که پرداخت کردیم هممون آزاد شدیم. این تجربه بود که ما از دادگاه ایران داشتیم. خب این ماجرای رشوه گرفتن اینها موضوعی که بعدا باز بهش میپردازیم. تو به نظرت حالا با توجه به این یه موردی که تعریف کردی، به طور کلی اگه بخوای قضاوت بکنی، به نظرت قضات و دستگاه قضا در ایران استقلال کافی رو داره یا نه؟ اگه کلی تر بخوای نگاه کنی. دستگاه قضا تو ایران اصلا استقلال نداره، به خاطر اینکه رئیسش از در واقع طرف رهبری تعیین میشه و بعدش هم تمام قوانینی که اجرا میشه قوانینی هستش که در واقع رهبری میخواد، چیزی نیست که قوه قضاییه بخواد با استقلالش اعلام کنه. ممنون از تو. برگردیم به شیرین ببینیم میتونیم باهاش صحبت بکنیم یا نه. شیرین، تو اگر تجربه شخصی در دادگاه داری و اگر چیزی داری که بتونی در این زمین راجع به قاضی پرونده و مشاهده یا تجربه داری برای ما تعریف کن. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من زمانی که در زندان بودم و البته در دوره برم به دادگاه از 39 من به دادگاه قاضی من آقای سلواتی بود دادگاه انقلاب تهران انتقال داده بودن، من روز قبلش که من گفتن فردا صبح دادگاه داری کلی آماده کردن که از خودم دفاع کنم که این جرمهایی که رو هم بستید یا این چیزهایی که اتهاماتی رو هم بستید اصلا درست نیست. زمانی که رفتم دادگاه دو ساعت میکشید که برم داخل دادگاه
قاضی، یعنی که پیش قاضی به من گرفتن، پیش آقای صلواتی شروع کردن به الفاظ رسیب و خیلی فحش‌های خیلی بد و زشت به من به عنوان یک خانم. بعد من گفتم اجازه دیم من خودم دفاع کنم، گفتن شما هیچ دفاعی هم نداری از خودت بکنی، ما مدارک علیهتون داریم. گفتم خب میشه من مدارکی ببینم؟ گفتن شما اصلا صلاحیت نداری که مدارکی ببینید که اصلا این کارو نمی‌کنه، اینکه صلاحیت حتا نده که ما مدارک از خودت داریم علی خودت رو بخوای ببینید. همش دادگاه من 5 دقیقه طول کشید و تو این 5 دقیقه دقیقاً همون کارشناس یا اون آقای بازجویی که من داشتم، یکیشون رو من که دیده بودم بدون چشم من بود، ایشون به قاضی من دستور میداد که چیکار کنید چیکار نکنید. و دقیقاً همون آقای صلواتی گفت 5 سال 100 درصد بهت میدیم که کارشناس پرونده ای من. گفتن خیلی شما باید 10 سال زندان باشه. و این دوره ای بود که دیدم قوه قضایی ایران واقعا قانونش قانون سلیقه‌ایه و به این دلیل رهبر، یعنی که ولایت مفتقی فقیر میاد یک وزیر، یک رئیس دادگاه، یک رئیس قوه قضایی ها انتخاب میکنه و همه اینا بازی واسه حفظ. ممنونم از شمایی که تجربیات و مشاهداتتون رو با ما در میون میگذارید. برگردیم به آقای مهرابی. آقای مهرابی، داشتید از تجربیات مشابه میگفتید. ما میدونیم که فقط پرونده شما نبوده و روزنامه‌نگاران دیگه هم بودن که پرونده‌های مشابه داشتن. از اونها چی میدونید؟ روزنامه‌نگاران و به هر حال تمام کسانی که بعد از حوادث 1388 به دایره‌ایل سیاسی شده بودن، صحبت‌هایی که من با اونها در بند 350 داشتم، اکثریتشون به این نکته اذعان داشتن که صحبت‌هایی که در واقع بازجو با اونها کرده و نظری که بازجو در پرونده اونها داشته در نهایت مؤثر واقع شده. و حتی بازجوها در روند به هر حال مرخصی‌ها و یا دیگر مواردی که به نوعی به سازمان زندان‌ها و قوه قضایی مربوط می‌شد هم دخالت می‌کردن، یعنی بازجوهایی که زندانیانی که بازجوها رو اونها نظر داشتن شاید از حق مرخصی هم محروم بودن. موارد متعددی بود که زندانیان اعتراض کرده بودن در حضور بازپرس و یا قاضیشون به ضرب و شتم‌هایی که شده بودن و بازپرس اونها گفته بود که باید با بازجو همکاری بکنید و همکاری بکنید تا به تعبیر اونها کتک نخورید. من قبل از برگزاری دادگاه هم 2 ماه وقتی از بازداشتم گذشته بود و اعتراض کرده بودم به تمدید بازداشتم، به شعبه 28 دادگاه انقلاب رفته بودم تا این بررسی بشه. همونجا چند نفر دیگه هم در دادگاه حضور داشتن و یکی از افرادی که به هر حال مشاور آقای موسوی بود، ایشون هم به تمدید حکم بازداشتش اعتراض داشت که در نهایت آقای مقیسه گفت که بازجو به من گفته که از شما خواسته که اعتراف تلویزیونی بکنید و یه شما قبول نکردید و به هر حال باید نظر بازجو رو در این زمینه من دوباره جویا بشم. ممنونم، مرسی از شما. آقای احسان مهرابی، روزنامه نگار از برلین با ما، و شیرین از ترکیه، احسان از آلمان. به وبسایت فارسی بی بی سی بریم و چند تا از نظرات شما. پویا برای ما نوشته بدون استقلال قضاوت و عدالت بی‌معناست. قضات و دستگاه قضایی ایران به هیچ وجه مستقل نیستند. فقط کافیه به روند گزینش و نظارت بر عملکرد قضات و نحوه انتصاب مقامات عالی رتبه و سیاست‌گذاری‌های اونها دقت بکنید. علی برای ما نوشته مشکلات سیستم قضایی ایران رو در جای دیگری باید جستجو کرد، نه اینکه قاضی استقلال دارد یا ندارد. دادگاه در ایران مرجع رسیدگی به دعاوی مردم و بازدارنده جرم نیست، بلکه یک قدرت است، یک قدرت کامل در همه عرصه‌ها. دورنا هم برای ما نوشته دستگاه قضایی ایران موظف به برآورده کردن خواسته های رهبری است. رهبر ایران مخالف کش دادن موضوعاتی است که فساد و ناکارآمدی نظام رو نمایان کنه. در نتیجه قوه قضاییه هم مطابق با اون رفتار میکنه. بریم سراغ خطهای تلفن. رحیم از آلمان روی خط 1 با ما و محمود از تهران روی خط 2 ما رو همراهی میکنه. و شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران در استودیو لندن با ماست. اجازه بدید با رحیم از آلمان شروع بکنیم. رحیم، تو به نظرت دستگاه قضا در ایران و قاضی ها مستقل عمل میکنه؟ تجربه و مشاهده داری در این زمینه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان.
اول تجربه من برمیگرده به دهه 60 یا اوایل 59-60. اون موقع رو من یه مدت زندان بودم. دادگاهی که من درش شرکت کردم اون موقع شاید حدود 1 دقیقه تا 2 دقیقه بیشتر نبود. بعد حکم 1 ساله گرفتیم. ولی در مجموع پاسخ به این سوال، به نظر من اساسا قوه قضاییه تو ایران نمیتونه مستقل باشه. قوه‌ای که رئیسش به طور مستقیم توسط رهبر و ولایت فقیه انتخاب میشه چطور میتونه مستقل باشه؟ و طبق قانون هم ما اینو، یعنی اساسا این موضوع قانونیه، عدم استقلال قوه قضاییه و وابستگی اون به دستگاه رهبری و هدایت کننده به قول معروف جامعه کاملا قانونیه، چیز عجیب غریبی نیست. خب اجازه بده همین نکته رو با خانم صدر مطرح بکنیم. خانم صدر، این که رئیس قوه قضاییه رو رهبر منصوب میکنه، آیا لزوما به این مفهوم هستش که بتونه در کار قوه قضاییه هم دخالت بکنه؟ یا استقلال دقیقا از این نظر تو قانون اساسی چیه مفهومش؟ ببینید، در تمام دنیا ریاست قوای قضایی یا ریاست دادگستری رو به هر حال یا رئیس جمهور انتخاب میکنه یا مقامات بالاتر از اونها، مقامات عالی رتبه انتخاب میکنن، نخست وزیر انتخاب میکنه. سیستم های مختلفی در دنیا وجود داره. اون چیزی که بسیار مهمه و در بسیاری از نظام های متمدن دنیا به رسمیت شناخته شده، اصل تفکیک قوا، یعنی قوای قضاییه و مجریه و مقننه باید از هم مستقل باشن و مستقل بتونن عمل کنن. قانون اساسی ایران همچنین اصل رو به رسمیت شناخته، به خصوص اینکه قانون اساسی ایران در یک از موادش به صراحت میگه که تمامی افراد و تمامی کسایی که در ایران هستند در مقابل قانون برابر هستند و فرقی نمیکنه که این شخص رهبر باشه یا فرضاً یک کارگر بسیار دونپایه عادی باشه. هر دوی اینها به یک اندازه اگر جرمی رو مرتکب بشن، قاعدتاً نظام قضایی باید باهاشون برخورد کنه، قاعدتاً باید بر اساس برای اون جرم پاسخگو باشن و همینطور هر دوی اینها اگر کاری در حقشون جای خورده بشه، باید این نظام قضایی حق اونها رو بگیره و به حقدار برسونه. در واقع این چیزی که در قانون هست، اصلی که در قانون هست، اصل برابری شهروندان در مقابل قانون، همونطور که گفتم رهبر و غیر رهبر نمیشناسه. و اینکه لزوما چون رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه را انتخاب میکنه، پس رئیس قوه قضاییه باید اوامر رهبری رو اجرا کنه، درست نیست. یعنی حداقل قانون اساسی اینو نمیگه. آقای منتظری کرده مبنی بر اینکه اولویت‌های رهبر باید مد نظر قضات باشه چی؟ این صحبت ایشون هم کاملا خلاف قانون اساسی و کاملا خلاف اصل تفکیک قوا، همونطور که گفتم به رسمیت شناخته شده. برای اینکه حتی قضاتی که توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میشن وظیفه ندارن که اوامر رئیس قوه قضاییه را اجرا کنن، برعکس اساسا رئیس قوه قضاییه نمیتونه بر قضات ریاست بکنه. ریاست اداری داره بر قضات، ولی نمیتونه دخالت بکنه که مثلا فلان قاضی فلان حکم رو بده یا نده. این اصل استقلال قضات به رسمیت شناخته شده و در عمل. منتها چیزی که الان ما داریم میبینیم از این مسئول رئیس سازمان دیوان عدالت اداری، که در واقع قرار این سازمان دیوان عدالت اداری حقوق مردم رو در برابر نهادهای دولتی حفظ کنه، که گفته که قضات باید متابعت کنن از نظر رهبری، کاملا خلاف قانونه و نشون میده متاسفانه اون واقعیتی رو که در نظام قضایی ما وجود داره، واقعیتی که یک سلسله مراتب وجود داره، از بالا قضات دستور میگیرن و دستوری و فرمایشی حکم صادر میکنن. این واقعیت و در عمل، در تئوری قانون اساسی اصل استقلال قضات رو به رسمیت شناخته شده، اما در عمل اصل استقلال قضات بارها و بارها از سوی نهادهای مختلف، چه نهادهای قضایی هستند و چه نهادهای دولتی یا همونطور که در صحبت ها گفته شد بازجویان که بخشی از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه. دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم. آقای مهرابی اشاره کرد که بازجوش گفته بوده که چه حکمی میگیره و در نهایت اون شده. سازوکار چه جوریه که یه همچین چیزی اتفاق میفته در قوه قضاییه ایران؟ بله، این رویه عملی دادگاه‌های انقلابه. یعنی هر کسی که حتی یک بار هم سر و کارش به دادگاه انقلاب افتاده، به خصوص در پرونده‌های سیاسی، این رو دیده که عملاً بازجوها، یعنی در واقع وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا نهادهای اطلاعاتی دیگه مثل اطلاعات نیروی انتظامی هستند که احکام رو صادر میکنن. قضات فقط میرزا بنویس احکامی هستند که قبلا توسط بازجوها صادر شده. این فقط در حد شفاهی نیست. من یادم میاد پرونده های زندانی های سیاسی رو که ما به عنوان وکیل میخوندیم، در گزارشی که به عنوان گزارش کارشناس در همه پرونده ها هست که جمع‌بندی بازجوی وزارت اطلاعات، در انتهای هر گزارشی گفته میشد که پیشنهاد ما به قاضی این هستش که فلان حکم رو بده، مثلا 5 سال زندان.
زندان بده. و همونطور که آقای مهرابی گفتن در بسیاری از این دادگاه ها نماینده وزارت اطلاعات حضور داره و شفاهن قاضی ازش خیلی به روشنی و در حضور وکیل و متهم میپرسه که خب شما میگی من چه حکمی صادر کنم. یعنی عملا در روز در تمامی این پرونده ها اصل استقلال قضات نقض میشه و میگم قاضی میشه میرزا بنویس وزارت اطلاعات. متشکرم، به شما برمیگردیم خانم صدر. اجازه بدید که با محمود صحبت بکنیم. محمود، تو هم اگر تجربه یا مشاهده در این زمینه داری میشنویم و نظرت راجع به سلامت و استقلال دستگاه قضا در ایران به ما بگو. درود بر شما. به نظر من قوه قضاییه در کشور ما در زمینه‌های ممکنه کیفری مسائل غیر سیاسی عدالتی داشته باشه، ولی در زمینه سیاسی به هیچ عنوان عدالت ندارن. چطور؟ مشاهده خاصی داشتی یا تجربه خاصی داشتی خوده؟ من والا در بند 350 حتی وکلایی رو دیدم که چون وکیل افراد مسئله دار و سیاسی شده بودن از حقوق اجتماعی محرومن، الان خیلی هاشون زندان رفتن، اجازه کار ندارن فقط به خاطر اینکه وکیل افراد مسئله دار سیاسی شدن. در ایران برای مسائل سیاسی تابع جو روز هستن، با توجه به جوی که هست و به اصطلاح مصلحت نظام حکم میدن، حکمشون اصلا عدالت و اینا توش نیست. من اینا رو دیدم، خیلی از وکلا رو میشناسم، هنوزم تو بند 350 هستن. مشکلشون اینه که چرا وکیل افراد مسئله دار سیاسی شدن. متشکرم، ممنونم. خانم صدر، محمود اشاره کرد به مصلحت. آیا به نظر شما این مصلحت و اون چیزی که بهش بعضی ها امنیت ملی میگن میتونه موجب بشه که قدرت هایی که در رأس ممالک هستن دخالت بکنن برای اینکه منافعی رو حفظ بکنن، در امر قضا دخالت کنن؟ ببینین، اصل اینه که هیچ مصلحتی بالاتر از قانون و اجرای قانون وجود نداره. هیچ مصلحتی، حتی امنیت ملی. این یه اصل کلی پذیرفته شده است. بخوایم مثالش رو بزنیم، مثالی که بلافاصله به ذهن من میرسه اینه که وقتی در جریان دادگاه میکنه است که همونطور که میدونین تعدادی از رهبران کر توسط ماموران جمهوری اسلامی در شهر برلین کشته ترور شدن و بعد دادگاهی برگزار شد برای رسیدگی به این پرونده. در اون زمان چیزی که الان تو خاطرات و اسناد منتشر شده، تمامی دولت آلمان از وزارت خارجه گرفته تا صدر اعظم آلمان مخالف برگزاری این دادگاه بودن. مدام به دستگاه قضایی آلمان پیغام میدادن که این دادگاه مصلحت ملی رو به خطر میندازه. رابطه ما با دولت ایران که الان خیلی به لحاظ اقتصادی خوب هست و تازه خوب شده رو به خطر میندازه و این دادگاه رو متوقف کنین، جلوشو بگیرین، یا اینکه حداقل نگین که دولت جمهوری اسلامی مسئول این ترور بوده. اما همونطور که دیدیم هم دادستان کل آلمان و بعد هم قاضی این پرونده بدون اینکه هیچ توجهی بکنن به نامه‌های پیاپی که از طرف مسئولان قوه مجریه بهشون میرسید، دادگاه رو به شکل علنی برگزار کردن و حکم نهاییشون رو با استقلال کامل صادر کردن. ممنون از شما. اجازه بدید که من خوش آمد بگم به شنونده‌های رادیو که اونها هم یه چند دقیقه‌ای هست که به ما پیوستند. به اونها خوش آمد میگم و توضیح میدم که برنامه امروز ما درباره استقلال یا عدم استقلال، سلامت یا عدم سلامت قضات و دستگاه قضایی در ایرانه. اگر شنونده ما هستید یا تجربه در این زمینه داشتید، در نیم ساعت آینده با ما تماس بگیرید و توی برنامه ما شرکت بکنید. بریم سراغ رحیم از آلمان که نظرش رو با ما در میون گذاشت، ولی اگر تجربه یا مشاهده ای داری هم میشنویم. رحیم، خیلی ممنون. همونطور که من گفتم، من سال 50-60 تو زندان بودم که دادگاه ما 1.5 دقیقه بیشتر طول نکشید، بعد حکم 1 سال گرفتیم با سن 17 سالگی. ولی خانم صدر به نظر من خیلی به درستی به عنوان یک آدم متخصص توضیحات جالبی داد. من 2 نمونه میخواستم اون شکل واقعی که بوده و قابل لمس تو جامعه ما بهش اشاره بکنم. یکی مسئله اعدام‌های سال 67 بود که با حکم 2 خدی آیت الله خمینی منجر به کشتار هزاران نفر شد که تا امروز هم این پرونده بازه. یا نمونه آخرش هم بازم اون به حساب حکم یا حرف آخری که ولایت فقیه میگه در رابطه با اون اختلاط بزرگی که اتفاق افتاد، آقای خامنه‌ای میاد حکم میده که زیاد چشش ندین و ما میبینیم که قوه قضاییه میاد سریعا اختلاس با اون بزرگی رو که دزدی واضح و محض بوده با چند تا دادگاه نمایشی سرش رو هم میاره، آخرش هم یه متهم ردیف چندم رو
اعدام میکنه که حکم ولی فقیه رو اجرا بکنه و پیش ببره که چرا نمیخواد چش پیدا بکنه. متشکرم از تو، ممنونم که مشاهدات و تجربه شخصی خودتو با ما در میون گذاشتید. با رحیم از آلمان خدافظی میکنم، با محمود از تهران همینطور. خانم صدر با ما بمونید که به شما برگردیم. قبل از اون بریم سراغ نیما ببینیم چی بر اون حاضر کرد. بله، در انبوه وبلاگ هایی که بی شما در این زمین نوشتن، من سه وبلاگ رو انتخاب کردم به خاطر اینکه در یک مورد خاصی اشاره میکردن که شاید بشه بحث رو باش ادامه داد. یکی از وبلاگ ها که اسمش فراه است نوشته که اشاره کرده به داستان دو آمریکایی که در ایران بودند و زندانی شده بودند و میگه که بعد از کش و قوس‌های فراوان اونها رو آزاد کردن. اشاره میکنه به اینکه مجرم بودن و نبودنش کاری نداره و اینکه چگونه آزاد شدن، ولی میگه که موضوعی که داشت میخواد بپرسه بحث استقلال قوه قضاییه است. اشاره میکنه به این مسئله، میگه که آقای احمدی‌نژاد وقتی ازش پرسش میشد که آقای کروبی و آقای موسوی چرا در حبس هستند، میگفت که قوه قضایی ما مستقل است و دولت نمیتونه کاری بکنه. در حالی که میگه در یکی دیگه از سفرهای خودش که به نیویورک بود، مصاحبه‌ای داشت با یکی از شبکه‌های آمریکایی، گفت که تا دو روز دیگه دو شهروند آمریکایی آزاد میشن با اینکه قوه قضاییه تکذیب کرد، اما اون دو شهروند آمریکایی آزاد شدن. این استقلال قوه قضاییه رو برای نویسنده وبلاگ زیر سوال برده. در وبلاگ حسن درویشپور هم اشاره دیگه شده به بحث اصل 113 قانون اساسی، میگفته که در این اصل اشاره شده، میگه که نمیشه استقلال قوه قضاییه رو مخدوش کرد، ولی به اتکای استقلال قوه قضاییه هم نمیشه راه هر گونه اعتراض و اخطار و تذکر رو بست. در واقع اشاره میکنه به این اصل که رئیس جمهوری به عنوان حافظ قانون اساسی میتونه که بازخواست کنه و میتونه سوال بپرسه. و بحثی که در این باره هست، یک وبلاگ دیگه هم هست که از مشهد تا بریزن هست که اسم این وبلاگ، و اشاره میکنه به آقای صحبت آقای عبدالکریم سروش، میگه که پیشتر گفته بود که استقلال قوه قضاییه مهمتر از داشتن انتخابات آزاده. چی میگه؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه مستقل حتی حکومت غیر منتخب رو میتونه پالایش کنه. میگه ما فراموش کردیم که در یک نظام استبدادی اولین عضوی که از غار کار میفته قلب قضاوتگرشه و با قلبی علیل و ذلیل داشتن پیکری نیرومند و برومند خیالی خام و خنده‌آور. اشاره میکنه میگه در استرالیا که خودش زندگی میکنه اصل استقلال قانون اساسی و همطور استقلال رسانه خیلی تونسته به پیشرفت دموکراسی کمک کنه. این موضوعی شاید باشه که بتونیم مریم بهتر بحث ادامه بدیم با این مسئله. ممنونم، مرسی از تو نیما. همین نکته رو اتفاقا میخوام با خانم صدر در موردش صحبت بکنم. نیما توی مطلبی که از اون وبلاگ میخوند اشاره کرد به این که همون قانون اساسی که داریم راجعش صحبت میکنیم رهبر ایران رو مجاز کرده و از رهبر ایران میخواد که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب بکنه، همون قانون اساسی رئیس جمهور ایران رو هم به عنوان کسی که ناظر بر اجرای درست قانون اساسی میشناسه و ازش میخواد که نظارت بکنه به این قصه. خب اینا یه مقداری به نظر میاد که ممکنه تداخل داشته باشم. من دقیقا میخوام بدونم جای مصلحت یه توضیحاتی دادین، ولی مرز بین این استقلال و مصلحت کجاست در جایی که همچین چیزی هم تو قانون اساسی مطرح شد؟ ببینید، اون اصلی که رئیس جمهور موظف میکنه که بر اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشه، معنی اون اصل اینه که به طور عمده و ویژه اینه که اون بخشی از قانون اساسی که مربوط به حقوق مردم اگه جای نقض بشه رئیس جمهور میتونه نسبت بهش اقدام کنه، ولی رئیس جمهور قاعدتا خارج از حوزه اختیاراتش نمیتونه اقدام کنه. اگر حقوق مردم جای نقض میشه، مثلا دادگاه های انقلاب یا مثل همون مثالی که دوستمون زدن، مثل دهه 60 و سال 67 که با حکم رهبری هزاران زندانی سیاسی کشته میشن، یا مثل اتفاقات بعد از انتخابات که با یک حکم کلی بازداشت صدها نفر دستگیر شدن بدون که هیچ مدرک و سندی علیهشون باشه، اگه جای حقوق مردم نقض میشه، این رئیس جمهور هست که باید باز از اون مکانیزم های قانونی که در قانون هست، از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات، از جمله سایر مراجعی که میتونه رسیدگی کنه به تخلفات قضات یا تخلفات عوامل دولتی که زیر دست خود رئیس جمهور هستن، از اونا باید استفاده کنه. رئیس جمهور نمیتونه موافق قانون باشه، همونطور که رهبر نمیتونه موافق قانون باشه، هیچ کسی حق نداره موافق قانون باشه. همه باید از این نظام هایی که در قانون پیش بینی شده برای اینکه مردم به حقوقشون برسن پیش ببرن، چه رئیس جمهور باشه و چه شهروند عادی اگه بخوان شکایت کنه، هر دو از یک قاضی باید برن دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنن، نه اینکه
موافق قانون حکم بدن که این قاضی برکنار بشه یا فلان اتفاق بیفته. ضمن اینکه باید یادمون نره که همونطور که گفتم هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست، برای اینکه فقط در صورت استقلال قضات و فقط در صورت اجرای قانون هست که شهروندان احساس امنیت میکنن و احساس میکنن که در یک نظام و در یک کشوری زندگی میکنن که اگه یه جایی حتی رئیس جمهور حقوقشون رو زیر پا بگذاره باز قاضی هست که حقوق اونها رو اعاده کنه. ممنون از شما، با ما بمونید. همچنان اجازه بدید که من با مجید از ایران روی خط یک صحبت بکنم و سعید از ترکیه روی خط دو. مجید، احیانا اگر مشاهده یا تجربه‌ای در دادگاه‌های ایران و مواجهه با قاضی‌ها و دستگاه قضا داشتی برای ما تعریف کن، بعد هم نظرتو بگو در مورد استقلال یا عدم استقلال قوه قضاییه. یادمه که اوایل انقلاب بود، من حوادث مجرمین خلق شده دیدم، متاسفانه درست صدای تو رو نمیشنویم. سعی میکنیم که دوباره صدات رو بهتر بکنیم و باید صحبت بکنیم. با سعید از ترکیه صحبت بکنیم. سعید، تو اگر تجربه یا مشاهده در این زمینه داری، در مورد احیانا به هر دلیلی ممکنه مراجعه کرده باشی به دادگاه ها، پرونده دیدی یا داشتی، برای ما تعریف کن از مشاهده شخصی. با عرض ادب خدمتتون، بله، من چنین پرونده‌ای داشتم. یه پرونده‌ای داشتم که شدیدترین حکم و شدیدترین شکنجه‌ها در حقم اعمال کردن. همچه کارشناس برنامه خانم صدر فرمودن در داخل ایران حکم دادن سلیقه‌ای و مصلحتیه، یعنی می‌فرمایند که قانون رو کاملا زیر پا می‌ذارن و می‌فرمایند که مصلحت، ما می‌دونیم این آقا همچین حکم می‌گیره، مصلحت نظام، مصلحت جامعه و غیره و ذلک. استقلال در قوه قضاییه اصلا پایداری نداره و کلا فساد در قوه قضاییه شدیداً داره بیداد میکنه. من خودم 6 ماه فقط 209 بودم، یعنی بند انفرادی اوین بودم. بعد از 4 سال به من حکم دادن، یه حکم سنگینی به من دادن که بازجو من موقعی که من رو انفرادی دادم از من جواب سوال میکرد با شکنجه های وحشیانه که اینا اصلا از انسانیت به دور بود. یعنی میگه حکمتو من میدم، میگه همه چیتو من میدم، میگه شما نگاه نکن بره میشه قاضیت، من اصلا تا این تکلیف فراد میکنم، باید با من کنار بیاید، باید با من راه بیای. بعد از 4 سال من این حکم سنگین دارم که اصلا الان یعنی شما بزرگترین قضات به بزرگترین وکیلا هم حکم رو میگیری، همچین جرمی همچین حکم متناسبش نیست. خدمتتون عرض کنم که واقعا یعنی بیداد میکنه، فساد داخل دادگاه ایران و قضات اصلا مستقل نیستن، اصلا مستقل نیستن. بازجو من که اصطلاحا تو علمی بهش میگن کارشناس، از کلمه بازجو برکنار شد، میگن کارشناس، شما مجهزم هستید. این که شدیدن این قاضی من ایشون خط میگرفت تو دادگاه من، ایشون حضور داشتن، این آقای بازجو حضور داشتن که یه مقدار یعنی میخواستم از حق خودم دفاع کنم. یعنی میگه یادت نره 29 یادت نره، الان میخوام برگردم اونجا دوباره. یعنی شدیدن لعنشون، گفتارشون، فحاشیشون، یعنی اصلا انگار رنگا که من یک انسان هستم، اگر تخلفی انجام ده، اگر قانونی هم زیر پا باشم، اگر جرمی انجام ده، طبق قانون باید با هم برخورد شه، نه طبق اون سلیقه، ببخشید اون مسئله حیوانی شما برخورد میکردم. و دارم تجربه رو تحت اختیار دوستان قرار میدم. توی ایران قوه قضاییه تحت هیچ شرطی مستقل نیست. مرسی. و شدیدن خط میگیره از بالا رسیاش. متشکرم که از تجربه شخصیت با ما گفتی. دوباره امتحان کنیم ببینیم با مجید میتونیم صحبت بکنیم یا نه. مجید، تو احیانا تجربه یا مشاهده شخصی در این زمینه داشتی؟ من بعد از انقلاب خودم و برادرم حوادث ساز مجرمین خلق شدیم توی دبیرستان. خب اون موقع خیلی بچه ها میگریدن به این گروه ها، به اون صداقتی ما داشتیم که میکنیم اونو دارن حقا میگن. و من یه مدتی گذشت متوجه شدم اشتباه کردم و اومدم بالا. خب خود کسی هم کاری به کارم نداشت و داداش هم داشت ادامه داد میرفت که بازداشت شده فرق سپاه. یه 2 ماهی بازداشت بود، یک ماه شما داشت خبر نداشتیم. خب بشکار کردن متوجه شدن که اونم اومده بالا، آزادش کردن. چند تا از رفیقام هم اون موقع اعدام شدن، کسی بودن که خود من میدونستم دست دست هم بوده بودن این کاری کردن، که خب مشخص بود عواقبش همین بود که این اتفاق برشون میفته. اون موقع ما یادمه که خیلی همه گفتم چرا با مجرمین خلق این کار میکنن، ولی الان که 30 سال گذشته مشخص شده اصلا اینا چه عقایدی التقاطی داشتن، خودشون نمیدونن اصلا چی کار میخوان بکنن، این همه چی برای مردم روشن شد. این تو جمعه های سیاسی که من برای خود داشتم توی حکومت، تو جمعه های عمومی هم اکثر اتفاقات که تو دادگاه برای من افتاد، باورم اینه که قاضی ها اکثرشون به حق قضاوت میکنن.
اینه قشنگ صحبت میکنه با طرفین میگه اینه اونه. برای من این اتفاق افتاد، دوستی میمونش اتفاق افتاد که بازی قشنگ من متوجه قضیه کرد که شما داری اینجا را اشتباه میکنی. من تا این هنوزه به شما حق میدم و اون چیزی که خودم برداشت کردم بود که حق به حق دارسته دویم. مرسی، ممنون. اجازه بدید همین نکته رو با خانم صدر مطرح بکنیم. خانم صدر، مواردی که شنیدیم عموما مواردی بودش که از عدم استقلال حکایت میکرد و راجع به بیقانونی ها میگفت، ولی آیا همینجور که اشاره کرد مجید میشه این رو تعمیم داد؟ شما که بیشتر در ارتباط بودید با دستگاه قضا، به نظرتون فضای کلی چجوریه؟ اینو میشه تعمیم داد به کل قاضی ها؟ ببینید اصلا در این هیچ تردیدی نیست که در بین قضات ما قضات شریف، شجاع و کسایی هستند که به اون قسم قضاوت که خوردن پایبند هستند و به اجرای قانون متعهد هستند. هیچ تردیدی نیست که در بین قضات ما چنین قضاتی وجود دارن. اما اون چیزی که بسیار مهمه اینه که مثل یک زخم، مثل یک قده کوچک سرطانی که میتونه کل یک بدنی رو از کار بندازه یا بیمار بکنه، ما وقتی راجع به عدم استقلال قضات حرف میزنیم، در دادگاه انقلاب حرف میزنیم و بعد وقتی راجع به فساد مالی و رشوه خواری در کل سیستم قضایی حرف میزنیم، از نظر من حتی یک موردی که باهاش برخورد درست نمیشه و اون قاضی یا اون مدیر دفتر تحت پیگر قرار نمیگیره، میتونه کل بدن رو مریض و حالت متعفن و غیر سالم در بیاره. ضمن اینکه ما میدونیم که موارد خیلی بیشتر از یک مورد، خیلی بیشتر از 100 تا مورد. هر کسی که سر و کارش افتاده باشه با سیستم قضایی، من به عنوان یک وکیل، همه وکلا بارها و بارها مواجه شدن با پیشنهادهایی که مبنی بر اینکه کار افراد با پول یا پارتی دقیقاً. الان همین یکی از بیننده‌های ما اول برنامه به همین اشاره کرد. شما خودتون الان بحث برخورد رو کردین، چه سازوکاری وجود داره که برخورد بشه با کسانی که تخلف میکنن؟ آیا نظارت میشه بر کار قاضی ها؟ همونطور که گفتم یک مکانیزمی هست به اسم دادگاه عالی انتظامی قضات، برای مکانیزم اصلی که در واقع رسیدگی میکنه به جرائم و تخلفات از قضات، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات هست که هر کسی میتونه بره شکایت کنه. اینکه تا چه حد این مکانیزم کارکرد داره، شخص من حداقل در دوره وکالتم 3 تا شکایت علیه 3 قاضی مختلف در دادگاه عالی انتظامی قضات و همینطور دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت طرح کردم و هیچ کدوم از این 3 شکایت به جا نرسید. یکی از اون شکایت من هیچ وقت یادم نمیره که قاضی پرونده من صدا کرد، یه پرونده نشون داد به من با این قوت و گفتش که ببین شکایت تو فقط اینقدر این پرونده است، بقیش هم شکایت های بقیه است. اینا رو میبینی، اینا 2 سال اینجا تو دفتر من هست و من هیچ کاری قرار نیست راجع به این قاضی و راجع به این پرونده بکنم. بی خود خودتو خسته نکن، کفشاتم فرسوده نکن و نیا. بنابراین ما وقتی راجع به فساد و راجع به عدم استقلال قضات حرف میزنیم، راجع به دو تا چیز جدا حرف میزنیم. برای در مورد هر کدوم از این دوتا، تجربیات ما به عنوان وکیل و تجربیات شهروندان ایران به عنوان کسایی که میرن به سمت دستگاه قضایی برای اینکه حقوقشون اعاده بشه، متاسفانه نشون میده که هر دوی این موارد به طرز گسترده و به طرز بسیار نگران کننده نقض میشن و اجرا نمیشن. پس به رسیدگی نیاز دارم. ممنونم از شما شادی صدر، حقوقدان با ما در لندن. با مجید از ایران خدافظی بکنم، با سعید از ترکیه همینطور. بریم سراغ نیما که تعدادی از نظرات شما رو برای ما آماده کرد. بله، در فرصت کم سری به توییتر میزنیم. کاربری به نام پولیتیکال سیکوینس نوشته که باید در پاسخ به سعید گفت که دوست من رعایت مصلحت به حکم عقل لازم است. این مسئله اونقدر عمومیت دارد که به راحتی میتوان در همه جا دید. و میگه خانم صدر عمدن به مبانی حقوق دو مکتب حقوقی اشاره نمی کنند. لفظ تفکیک قوا در مکتب غربی و اسلامی تفاوت فاحش دارد. سینا کاربری که نوشته چرا اینقدر دادگاه امثال رحیمی، معاون اول و مهدی هاشمی طول میکشه ولی دزد 5000 تومانی با سلاح سرد یک هفته اعدام میشه. پری میگه که مستقل بودن دستگاه قضایی به میز و صندلی نیست، بلکه به استقلال در رأی و نظر است. در ایمیل هم برمیگردیم به ایمیل شهرام که گفته مشاهده عملکرد قوه قضاییه در قبال پرونده‌های بین‌المللی و ملی مانند پرونده قتل زهرا کاظمی نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی و فساد کلان مالی نشون داره. میگه که گویای عملکرد ناعادلانه و ظالمانه این قوه است. حالا در مورد شهروندان عادی نگه نمیدونین چه کار میکنن و ظلمهای زیادی هست. مریم. مرسی نیما. روی خط 1 ما آرش از فنلاند و روی خط 2مون فرشاد هست از تهران. آرش، تو احیانا مشاهده تجربه‌ای در دادگاه‌های ایران داشتی؟ مشاهدت چی بوده از عملکرد قاضی‌ها در دستگاه قضایی؟ بله، من بعد از در واقع تظاهرات جنبش سبز چند هفته‌ای زندان اوین بودم
و تقریبا فکر میکنم 3 بار من قاضی این رو دیدم. یه روز اول پذیرش زندان بود که بردن افسر پلیس امنیت، یه روز آخر بود و یه بارم اون اواسط اون دورانی بود که اونجا بودم که بازجویی میشدم. من چیزی که در واقع یکی از چیزهایی که برام خیلی جالب بود این بود که بعضی موقع ها احساس میکردم قاضی تبدیل میشه به بازجو، منتها در واقع زمانش فقط کم بود، زمان دیدارمون کم بود، تنها جایی هم بود که ما میتونستیم مثلا چشم‌بند رو برداریم. یه موردی که مثلا برای من پیش اومد پیش قاضی، نشسته بود پشت مونیتورش و به من گفتش که اینها تو رو ما دیدیم اینجا و اینجا و اینجا، و با توجه به اینکه من تو اکثر تظاهراتم بعد از در واقع انتخابات شرکت کرده بودم و اول میترسیدم، برام خیلی جالب بود که قاضی چطور شده خودش در واقع بازجو یا یه حالتی که میخواد تأثیر بذاره رو پرونده. در مورد خود سیستم هم، خب من اول در واقع توی اوین نبودم، توسط پلیس امنیت گرفته شدم. از روز اولی که من بازداشت شدم تا روز آخر به هیچ وجه حق دسترسی به وکیل رو نداشتم و بعضی موقع حتی شباب که بازجویی می شدم کسی نبود، اونجا فقط سوال و جواب می شد برای من و فکر نمی کنم سیستمی باشه که استقلالی داشته باشه و یکی از فاسدترین بخش های حکومت هست که من امیدوارم درست بکنن این دو، چون واقعیت همونطوری هم که از اول برنامه خیلی ها گفتن مشخص این سیستم به شدت مشکل داره و باید فکر به حالش بکنه. ممنونم از تو که تجربه تو با ما در میون گذاشتی. با فرشاد صحبت بکنیم از تهران. فرشاد، تو تجربه، مشاهده یا نظرت در مورد استقلال قوه قضاییه و مستقل عمل کردن و سلامت عمل کردن قاضی ها در ایران چیه؟ فرشاد، فکر میکنم صدای ما با تأخیر یه مقداری میره میاد. فرشاد، اگه صدای منو میشنوی، تو هم نظرتو در مورد استقلال قوه قضاییه در ایران، مشاهده یا تجربتو بگو. خب صدای فرشاد رو نداریم، به جاش با آرش از فنلاند خداحافظی میکنم. علیرضا از تهران رو روی خط یک باش صحبت میکنیم. علیرضا، تو مشاهده، تجربه و یا نظری راجع به سلامت و استقلال دستگاه قضایی در ایران و قاضی هایی که در دادگاه ها قضاوت میکنن داری؟ با سلام خدمت شما و همه بیننده هاتون. آره راستش من یه تجربه شخصی دارم، اونم راجبه یکی از اقوام هستش. یه سند خیلی نمیشتن و تقریبا 15 سال توی خونه نشسته بودن، یه های آقای اومد و یه سند اوورد توی یه سند اونا که نه این خونه مال من هست و نشین بریم و خب به طرف اومدم پلوم کردن خونه ها رو، خب هم اینا رو همه بیرون کردن و بایین که هم 15 سال نشسته بودن توی خونه. بعد ناگهان یه نفر اومد از یه جای دیگه ای که آقا اگه میخواید این دادگاه به نفع شما تموم بشه، یه نفری 120 میلیون تومان ببینید، من یه کار که سند خونه خودتون بهتون برگرده. خیلی خنده داره این موضوع، میدونم، ولی واقعا مینده بودن همشون که باید چیکار کنن، الان باید این کار انجام بشه، نباید انجام بشه، اصلا درست این کار یا نه. باور کنید همشون مجبور شدن که این پول رو به پرداخت کنن، بعد پول رو هم در دو قسط پرداخت کردن، یک قسط قبل و یک قسط بعد. اینم این گریه داره واقعا این موضوع. ولی یه بحث دیگه، یه بحث جالبی شما داشتید، من پشت خط بودم داشتم گوش می‌دادم، اونم این بود که واقعا اصلا استقلالی وجود داره یا نداره. ببینید استقلال به معنی لغویش یعنی کسی که خودش بتونه کاری رو که نفس یعنی مقررات میگه، نفس صریح قانون اساسی میگه رو، اینه بتونه حالا از اون برداشتی که برداشت جداگونه ای نیست، چیزیه که خود قانون صریحا بهش پرداخته، بتونه این رو بهش بپردازه. ولی یه موضوع اصلی هست، هر کسی از قانون برای خودش یه نوع استدلال میکنه. یعنی ما مشکل قانون اساسی داریم، نه مشکل این که حالا یه رئیس دادگاه میاد میگه که آقا به این دلیل شما گناهکارین، رئیس بعدی قانون میاد میگه نه به این دلیل که گناهکار هستی، ولی ما میتونیم بگیم به یه دلیل دیگه ای که اونم کاملا موجهه شما گناهکار نیستی. خیلی جالبه این قضیه. پس معتقده که برداشت های مختلفی از قانون وجود داره و مشکل در اینجاست. ممنونم از تو. با فرشاد از تهران خدافظی میکنم، جاش رو به رضا میدم از بریتانیا. رضا، تو تجربه، مشاهده یا نظرت در مورد استقلال قاضی ها در ایران چیه؟ فکر میکنین که قوه قضاییه چقدر مستقل عمل میکنه و چقدر امکان مستقل عمل کردن داره؟ ببینید شما دو تا بحث رو در این برنامه‌تون مطرح کردید، یکی عدم استقلالی که مشکل فساد. ببینید عدم استقلال من خیلی راجبش بحث نمی کنم، صحبت نمی کنم، به دلیل اینکه
بالاخره ما باید بپذیریم کشور جهان سومی هستیم و کسان دیگری شاید در رأس این حکومت این سیستم تصمیم گیری میکنه. من خیلی راجع به اون بحث نمی کنم، ولی مشکلی که الان به صورت خیلی فراگیر در جامعه ایران در واقع رشد پیدا کرده، فساد حال حاضر قوه قضاییه هستش. من یادم هستش در یکی از سفرهایی که آقای شاهرودی به هندوستان داشتن، منم در اون سفر بودم، وزیر دادگستری هند از آقای شاهرودی سوال کرد، شما آقای شاهرودی ازشون سوال کرد که شما در این در کشور هندوستان سالانه چقدر پرونده به اصطلاح ثبت میشه و ضبط میشه. ایشون عنوان کردن که سالانه 125,000 تا. بعد وزیر دادگستری هند از آقای شاهرودی سوال کرد که آقای شاهرودی شما چی؟ ایشون گفت سال 640,000 تا، که به شوخی اونجا وزیر دادگستری هند گفت که پس ما بد نیست مثل سابق که به کشور شما پزشک ارسال میکردیم الان وکیل ارسال کنیم، که با خنده برگزار شد. ببینید کشوری که سالی 640,000 پرونده قضایی درش به ثبت میرسه، آمار بسیار وحشتناک نسبت به 125,000 که با اون جمعیت و ما این جمعیت. مرسی، ممنونم، متشکرم از تو که نظرت رو ما در میون گذاشتی. با علیرضا از تهران خدافظی بکنم، جاش رو بدم به سینا از مشهد. سینا، تو خود تجربه شخصی داشتی، گذرت به دادگاه ها افتاده، نظرت راجع به قضاوت کردن قاضی ها در ایران چیه؟ بله بفرمایید. الو، سلام. از کنم خدمتتون که ببینید، نه من میخوام شعار بدم نه میخوام اظهار فرقی بکنم. ببینید بیننده ها و شنونده ما کی هم؟ اکثرا کسایی هم که میدونن اطلاع چه وضعیتیه. خیلی کم هم بهتون بگم، خیلی کم هم کسایی که تو ایران میان پای صحبت بیلیتی میشنن و نمیدونن که توی سیستم چی میگذره. خب نظر شما چیه؟ خواستی صحبت شد من تو آره همینه میخوام بگم. من یه اونجوری نمونه داشتم میخواستم بگم، سال 72 بود، یعنی میخوام بگم این مثل از پیش بوده تا آینده هم خواهد بود. سال 72 وقتی بازجوی اطلاعات بازرسی اطلاعاتی من تو دفتر من بازداشت کردن، بعد گفتم چی شده مگه چی کار کردم، یه چند تا حرف بارم کردن، بعد گفتم 3 سال میفرستیم داری آبخونش بخوریم. خیلی خب باشه، بعد از چند ما توی سراجه اطلاعات بالاخره سرکارمون به تاکو افتاد و آقای قاضی، حالا بحث علم قاضی رو میخوام بگم بعدش، آقای قاضی منو درست کردن به 3 سال حبس محکوم کردن به اشاره آقایون. این نمیدونم این چیه، چی میگم بهش، استقلال قاضیه یا اطاعت قاضیه؟ این نمونه بود از استقلال قاضی. مرسی، خیلی ممنون از شما که توی برنامه ما شرکت کردید. زیاد وقت نداریم، با سینا از مشهد خدافظی میکنم، با رضا از بریتانیا سری بریم سراغ نیما و نظرات شما. بله، تعدادی تجربه شخصی به دستمون رسیده. وحید از تهران در ایمیل گفته به خاطر مسئله قانونی که درست توجیه نبودم، سال اواخر سال 91 دائما درگیر دادگاه بودم، مسئله که میتونست بسیار عادی و حقوقی برخورد بشه، متاسفانه با رشوه‌های کلانی که بازپرس و قاضی گرفتم پرونده به سمت محکومیت من پیش رفت، متحمل ضرر شدید مالی شدم. صدر از تهران هم به بحث رشوه اشاره میکنه و میگه کسی که اول پرداخت میکنه برد با اوست، بیشتر قضات و وکلا هم با هم بان تشکیل دادن. اشاره کرده به هر حال در مورد ملکی که میگه که به صورت آزادی هم منوط به تودیع وثیقه بود، ناچار شدم به صورت سوری ملک رو به نام وکیل انتقال بدم تا در مقابل کارمزد بعدم مرجوع کنه. میگه اما ملک من رو بالا کشی، شکایتش هم به جایی نرسیده. فرد دیگه‌ای در ایمیلش نوشته که این جانب یک عدد ساختمان به صورت مشارکتی با هزینه کامل خودم با فردی ساخته، او جانباز بوده، میگه نصف نصف قرار بوده در آخر کار تقسیم بشه، تقریبا 10% مانده به انتهای کار. میگه ایشون در ساختمان سکنا گزیدن، هیچ جایی نتونستم حق خودم رو بگیرم، بعد از 14 سالم نتونستم به خونه وارد به ساختمان وارد بشم. آرش از کرمانشاه تجربه شخصی خودش رو گفته، گفته الان وارد 5 سال درگیریش با دادگاه است، مشکل خانوادگی در واقع داشته، به خاطر اون رفته به دادگاه و مشکل داشته و میگه که به خاطر مسئله اشاره میکنه از نظرش، میگه قاضیا خیلی هاشون بی سواد هستن، قانونی که بهشون اسناد میشه مربوط به زمان یعنی امروزی نیست، مربوط به صدر اسلام و به بحث فساد هم اشاره میکنه. کیارش گفته بعد از گذشت 7 ماه از شکایتمون در شورای حل اختلاف
علیه همسایه بالاییمون به خاطر نشت لوله آب و تخریب سقف و اینا هنوز میگه دستور قاضی صادر نشده. هر بار که میریم با بی‌احترامی میکنن، میگن ما دیگه بیان. و مسئله از این قبل اجازه بدید سری بریم به توییتر. کاربری به نام اس نوشته متاسفانه در صد قضات کارکشته و حرفه‌ای خیلی کمه، برخورد غیر حرفه‌ای هم واقعا نیاز به تغییرات اساسی در نوع نگرش و نوع کار. کاربر به نام جون نوشته که دادگاه ایران بیشتر شبیه بنگاه معاملاتی میمونه که به راحتی رأی توسط واسطه‌ها خرید و فروش میشه. محمد امین هم گفته خودم کار وکالت انجام میدم، تو این مدت حس میکنم نظام قضایی ایران نیاز به یک خانه تکانی اساسی داره، از قانون تا تشکیلات و گزینش. من خداحافظی میکنم. مریم ممنون از تو نیما. برنامه امشب ما هم همینجا تموم شد. تشکر از همه شمایی که به هر نحوی توی این برنامه شرکت کردید و عذرخواهی از شمایی که نوبت امروز بهتون نرسید. ولی همین بحث رو در کنار خیلی بحث‌های دیگه میتونید رو صفحات وبسایت ما و صفحات رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی ادامه بدید. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما میدونید، shoma@bbc.co.uk. منتظر نظرات و تصاویر و پیشنهادات شما هستیم. تا فردا که با یه موضوع دیگه با شما همراه خواهیم بود، شب و روز بر شما خوش.